درود خداوند بر شما و آن کاغذ و قلمی که زیر باران بر دست گرفته. خب، زیر همین باران در حالی که دارید پنجره رو نگاه میکنید به درخت روبرو، لطفاً یه درخت روی کاغذ بکشید. یه درخت هر چه قدم، حالا احیانا چپل چلاق باشه نقاشیتون، دیگه درخت میتونید بکشید. بچه ها، مهمترین بخش درخت کدوم بخششه؟ ریشش مهمترینش تنه است. آه، ببخشید، اگه ریشه نداشته باشه آن تنه به چه کار آید؟ درود خداوند بر شما. پس مهمترین بخش درخت ریشه است، پس لطفا ریشه رو فراموش نکنید. خب، حالا بالای این درخت سمت راست بنویسید درخت کسره. حالا فکر میکنید این درخت چیه؟ حد میزنید این درخت چی باشه؟ درود خداوند بر شما. درخت علم. درخت علم. درخت علم. خب، این درخت علم رو یه چند صد سال قبل از اینکه این معلم کوچک مطرح کنه، یه آقایی به نام رن دکارت مطرح کرد. و این معلم کوچک زمانی که خیلی کوچکتر از این هم بود، یعنی در ابتدای 17 سالگی، زمانی که دانشجوی فلسفه هم بود همزمان که دانشجوی مهندسی نرم افزار، در کنفرانس رنه دکارت دانشگاه علامه طباطبایی به بحث دکارت پرداخت و به همین درخت علم، و لذا شماره 70 و 71 ماهنامه رایانه، چون خیلی از شماها مهندس نرم افزارید، به ویژه سرکار خانم مهندس ایران نژاد بزرگوار، خواهش میکنم شماره 70 ماهنامه رایانه، وسط ماهنامه رایانه یه قسمتی داشت، یعنی به پیشنهاد این معلم کوچک الان شما در اون موقع اتفاق افتاد، به نام رایانه جوان، و وسط ماهنامه رایانه یه بخشی به نام رایانه جوان. شماره 70 و 71ش صحبت‌های من در 17-18 سالگی است در مورد همین درخت علم رنه دکارت و اون تحلیلی که داشتم. بقیه بزرگوارانی که در اون کنفرانس سخنرانی فرمودن بین 50 تا مثلا 55 سال با بنده فاصله سنی داشتن به طور متوسط. خب، پس شماره 70 و 71 ماهنامه چی؟ ماهنامه خانم ایران نژاد، ماهنامه رایانه، وسطش رایانه جوان. اولین مقاله رایانه جوان شماره 70 و 71. البته من تا شماره 80 اونجا همون بحث‌های فلسفی ریاضی دارم، ولی با بحث دکارت شروع میشه. با بحث دکارت در شماره 70 ماهنامه رایانه، وسطش رایانه جوان آغاز میشه. خب، عرض کنم به حضور منورتون که این درخت علم ریشش چیه؟ خانم ایران نژاد چیه؟ تحقیق نیست. ما داریم از علم صحبت میکنیم. تحقیق که رگهای این بیشک درخت است که جاری و ساری است، اما ریشش چیه؟ داریم از علم صحبت میکنیم. مهدی محسنی عزیز جان، درخت سیستم های اطلاعاتی نیست، چون من امروز 4 تا کلاس سیستم های اطلاعاتی با بچه های مختلف تو مقاطع مختلف داشتم. درست میگی، ولی این درخت علم مهدی محسنی عزیز. علم ریشش چیه؟ از
عزیزان جان، شما که ماشاءالله هوشمندید، شما که حافظه خوبی دارید، من برمیگردم به پرسش نخستینم. از شما چه پرسیدم؟ گفتم که پرسش نخست من این بود که من چرا کلاسای روش تحقیقم رو همیشه با فلسفه علم شروع میکنم. بعد گفتم که برای اینکه این پرسش رو پاسخ بدیم یه درخت بکشید که ریشه داشته باشه. آها، و بعد حالا دارم از شما سوال میکنم که ریشه این درخت چیه؟ ریشه این درخت چیه؟ درود خداوند بر سینای درخشان، درود خداوند و درود خداوند بر ایمان عزیز. درخت، درخت علم است. ریشه این درخت فلسفه است. خب حالا عزیزان جان، چرا ریشه های درخت علم فلسفه است؟ اشکال نداره خانم عطایی، بعدا جلسه پیش و گوش کنید فایلش و حتما هم وارد گروه بشید. در سایت بنده هم، در ذیل سایت بنده هم کانال تلگرام و یوتیوب و همه هستن. گروه رو هم بعدا از نماینده محترم گروه روشتون رو هم سوال بفرمایید. برای دوستان جلسه اول هم من با سایت هم رو هست. حالا من سوالم اینه که از خانم ایران نژاد بپرسم. خانم ایران نژاد، آها، ایمان میگه که چرایی آن را بحث می کند. آها ایمان، عجب جواب خوبی دادی. ایمان چرایی را بحث می کند. ببین، رسیدیم به یه نکته بنیادین در روش که در فصل دوم کتاب در ابتدا بهش اشاره شده، تو فصل اول هم در واقع این مسیر باز شده. یعنی یه جوی این نکته ای رو که دارم عرض میکنم هم فصل اول رو و هم فصل دوم رو هم در بر میگیره، خیلی از مباحث بنیادین این دو فصل رو. ایمان عزیز، فلسفه چرایی را پاسخ میدهد یا چیستی را یا چگونگی را؟ از بقیه هم میپرسم. فلسفه جواب وات هاست، جواب هاو هاست یا جواب وای هاست؟ خانم ایران نژاد جواب کدوم هست؟ جواب چراها که نیست، چون اون کار رو فکر میکنم منطقه که در واقع توضیح میده که چرا جلوی اینو میگیره. حالا با توجه چیزی که خونده بودم، جلوی خطا رو میگیره. فلسفه و در واقع علم اون ادراک ما رو، فلسفه و در واقع علم نه، دارم از فلسفه حرف میزنم. فلسفه کدام بخش پرسش ها را جواب می دهد؟ درود خداوند بر بسیاری از شما عزیزان که به درستی اشاره کردید. جواب وات ها را می دهد، چیستی ها را، چیستی ها را، بنیادی ترین پرسش های هستی را، چیستی. خب حالا خانم ایران نژاد، چرا علم نمیتونه جواب چیستی ها رو بده؟ چرا ما هر وقت میخوایم بریم سراغ وات ها، باید بریم سراغ ریشه این درخت؟ چرا؟ جنس این ریشه چیه؟ به نظرم مسئله، حالا من البته فکر کنم جواب سال اولم اشتباه کردم، به هم نمیدونم. من بیشتر روش های منطقی رو در چیز میبینم، در واقع فکر کنم. من الان ببین سوالم واضحه، از شما سوال کردم که چرا ما وقتی که سخن از چیستی میگیم، باری کلا کلاس جنب و جوش داره، چرا چیستی ها ما رو به فلسفه میبره؟ چرا چیستی ها، چرا چیستی ها؟ ما رو به سمت ریشه میبره. و چرا؟
سینا جان، او حالا اون بحث دیگه بحث دیگری است دیگه اونجا دیگه. خب آها، ماهیت ها هستیم. آها خب، بسیار خب. حالا دیگه الان خیلی داره کلی گویی میشه. حالا یه دقیقه گوش کنید عزیزان جان، عزیزان جان، درود خداوند بر شما. این ایست تایپینگ را بر روی کاغذ بگذارید و به این هایپینگ، یعنی به این کلمات بنده که احتمالا امشب برای ذهنهای هوشمند انرژی تولید میکنه و تا صبح بیدار هستند، گوش بفرمایید و بر روی کاغذ بنویسید. ببینید، من یه داستانک کوتاهی بگم. من همیشه توی این سفرها که احتمالا اونایی که با این معلم کوچک آشنا هستند و کانال تلگرام بنده رو دیدن، اینستاگرام بنده رو دیدن، کانال یوتیوب رو دیدن یا حتی گوگل کردن، میدانن که اولین مشخصه ای که در مورد کاوه فرهادی میتونید بگید اینه که دائما در سفره. یعنی یک معلمی شما دارید که در واقع از دوره کودکی و خردسالی به دلایلی که بعداً سرچ میکنید همراه پدر در سفر بوده، بعداً هم از نوجوانی خودش دائما در سفر بوده و همچنان هم در سفر هست. یعنی من همین در دوره شرایط کرونا هم یه چند هزار کیلومتری در میان روستاها و عشایر و مردم و میان کوه و سنگ و اینها در حال حرکت بودم. من همیشه حرفم به همراهانم اینه و به دوستان اینه، به دانشجویان اینه، به یاران این است زیر باران، که ببینید همه در جهان هستی میاندیشند، همه میاندیشند. ما هر روستایی که میریم، به هر بزرگوار کشاورزی رو که میبینیم که دست تک تکشون رو میبوسم، به ریزترین چیزها میاندیشند. خیلی وقتا من به این بچه های شهری جغله، ببخشید این جو واژه رو به کار میبرم، میگم شما نمیخوای برید خیلی در برج آج اندیشیدن بیاموزید. اگر میخواید عمق اندیشیدن رو بیاموزید، بیاید از این کشاورزان پیر پیشانی در واقع چروکیده بیاموزید. پس عرض کنم به حضور منورتون که همه میاندیشند، هیچ کس در جهان هستی نیست که نیندیشه. حالا اینکه چگونه میاندیشه، اینکه به چه چیز میاندیشه، اینکه چقدر میاندیشه، اینکه غایت انتظارش در اندیشیدن چیست، این بحثای مفصل دیگری است. اما کسی را پیدا نمی کنید که به اندازه هوشش، تجربه زیستش، قدم زدنش بر روی زمین و هستی نیندیشد. همین بزرگواری که فردا پارک نزدیک خونه شما میرید انشاءالله قدم میزنید، همین آقای نگهبان، همین کسی که از پارک نگهداری میکنه، میبینید که در تلاش برای اینکه از سرویس بهداشتی گرفته تا نمیدونم فضاهای دیگر رو یه جوری مدیریت کنه، و تعجب میکنید وقتی که عمیق میشید که چگونه این آب رو مدیریت کنه، این بارش رو، که حالا این پارک سراپا بمونه. همه میاندیشن تا الاخر. اما عزیزان دل، برای پاسخ دادن به چیستی اندیشیدن کافی نیست. جنس ریشه درخت علم جنس اندیشیدن نیست، جنس دیگری است. چیه به نظرتون؟ جنس چیه اگر جنس اندیشیدن نیست؟ جنس این ریشه چیه؟ تفکر که تفکر و جستجو تو اندیشه هم هست. ها. خب، نیاز؟ اسمان جان، نیاز که هویت، خودشناسی، اینا که خب خیلی عمومی هن دیگه، اینا خیلی حرفای عمومی هن همشون هم تو. خب مرسی. حالا این ایست تایپینگتون رو باز ببرید به سمت آها،
توهی جان واژه خوبی بود. این که میگم توش این شناختم هست. آفرین بچه ها. جنس این ریشه جنس فلسفیدنه. پس ما با دو تا قاب، با دو تا پنجره، با دو تا اسکوپ و از دو چشم انداز به جهان نگاه میکنیم: اندیشیدن و فلسفیدن. لذا تا دلتون بخواد ما اندیشمند داریم، الحمدلله رب العالمین. ولی توجه کردید که ما چقدر محدود و معدود فیلسوف داریم و چقدر اینها مثل ریشه های درخت که کمتر دیده می شوند، کمتر شنیده می شوند. اهالی فلسفه هم کمتر دیده و شنیده می شوند، یا وقتی هم دیده و شنیده می شوند اون وقت باید حیرت کرد. نه فقط آدم هایی که در متافیزیک حوزه فلسفه دارن و فلسفیدن در حوزه متافیزیک، نه، فیلسوف در حوزه فیزیک. انیشتن یه فیلسوف در حوزه فیزیک. خدا رحمت کند این همدانشگاهی جوان ما رو، سرکار خانم مریم میرزاخانی که درود خداوند بر او باد همیشه و همه وقت. ایشون زمانی که مهندسی برق میخواندند، آقای دکتر گلشنی شروع کرده بودن کلاس های فلسفه علم رو برای بچه های شریف. خانم مریم میرزاخانی خدا رحمتش کنه و این معلم کوچک شما، و یه تعدادی اونجا ما کلاس های آقای دکتر گلشنی رو میرفتیم. من دیگه بعدا ویساش رو گوش میکردم، ولی مشخص بود که خانم مریم میرزاخانی از همون اول نگاهش به ریاضی، جنس نگاهش به ریاضی جنس فلسفیدنه. رضا مریم میرزاخانی کاری که در حوزه ریاضی کرد و پلی که زد میان اقلیدوسی ها و نو اقلیدوسی ها، هیچ کس در حوزه ریاضی نتوانست بزنه، چون این پل نیاز داشت به ریشه فلسفیدن، نه صرفا اندیشیدن. حالا سینا، این رو باید همجوری باز در زمان بهش برسی، عجله نکن. مرسی. پس آدم هایی هستند تو حوزه ریاضی، آدم هایی هستند تو حوزه فیزیک، آدم هایی هستند تو حوزه جامعه شناسی، آدم هایی هستند تو حوزه انسان شناسی، آدم هایی هستند تو حوزه کارآفرینی، آدم هایی هستند تو حوزه مدیریت که اینها می فلسفند، نه اینکه می اندیشند. همین پنجشنبه ای که روبروی شما هست، 13 آبان، این معلم کوچک شما ساعت 16 تا 18 در کنفرانس زیمل یه بحث فلسفی داره که این بحث فلسفی یه بخشش انسانشناسی و جامعه شناسیه، یه بخشش مدیریت دانشه. اگر خواستید شرکت کنید. همه دوستانی هم که در اون کنفرانس هستن راجع به زیمل دارن حرف میزنن، جنس صحبتشون جنس فلسفیدنه. چرا؟ به خاطر اینکه خود زیمل یک فیلسوفه. پس اینجوری نیست که ما بگیم یه فیلسوف کسی است که صرفا داره به متافیزیک فکر میکنه. نه، یه فیلسوف ممکنه در حوزه مدیریت باشه، یا یه اهل فلسفه ممکنه در حوزه مدیریت باشه. جنس سوالش چیستی باشه، جنس سوالش پرابلماتیک کردن چیستی ها باشه. داخل کانال تلگرام هم هست و آخرین پست اینستاگرام هم هست. کانال تلگرام هم و اینستاگرام هم و کانال یوتیوب هم همشون در ذیل سایت هستن. به دعوت انجمن جامعه شناسی ایران و دانشگاه، عرض کنم به حضور منورتون که دانشگاه خارزمی. آخرین پست اینستاگرامی بنده و آخرین مطلبی که توی کانال تلگرام هم میبینید و البته توی صفحه اینستاگرام بندم.
خب خب پس چی میگم؟ چی دارم میگم؟ میخوام بگم که شما ممکنه به کارآفرینی بیاندیشید ولی جنس پرسشتون وای ها و هاها باشه، برید استارتاپ بزنید چقدر خوب، برید روی محصول کار کنید چقدر خوب، برید محصول تولید کنید چقدر خوب، ولی یه موقعی میخواید در حوزه کارآفرینی کار بنیادین بکنید، برید سراغ چیستی ها تو حوزه کارآفرینی، اون وقت باید در حوزه کارآفرینی اگر میخواد یه مقاله هم در بیارید یه 4.5 سال 5.5 سال روش کار کنید، مثلا میشه مقاله کارآفرینی فوتووتی. این بخش درخت تنه است، 4.5 سال. تنه درخت علم چیست؟ ای بابا عزیزان جان، داریم از علم حرف میزنیم، تفکر و تجربیات همه درون همه علم ها جاری و ساری هستند. محمد حسین خوش رفتاریاری عزیز، چرا شما به بحث ما نمی پیوندی و چرا از شما چیزی نمی بینیم و نمی شنویم؟ چرا پاسخ نمیدی برادر؟ حواست به کدامی سوست؟ بنزین را رها کن، الان به بنزهایی که الان داره داخل این مفاهیم در جاده اندیشیدن و فلسفیدن روان میشه بیاندیش برادر، بنزین ها تمام میشوند. خب مرسی، یکم گیجم، گیجی خیلی خوبه، اینا رو میگم این گیجی یعنی چی دقیقا، این کلمه گیجی رو لطفا هایلایت کن تا بهش برسم. خب بچه ها تنه چیه؟ تنه همون رشته هاییه که شما عزیزان 99.9 یه علامت گردش روش ازش فارغ التحصیل شدید. تنه علوم دقیقه است. علوم دقیقه یعنی چی؟ علوم دقیقه یعنی چی؟ علوم دقیقه علی اصغر عباسیان عزیز، درود خداوند بر تو، با مهندسی مکانیک شروع میشه، ریاضیات، آها آفرین، و علوم مهندسی، علوم پایه و مهندسی، اینا چی هن؟ اینا چی هن؟ اینا تنه درخت علم. آفرین. جنس این تنه چیه؟ جنس این تنه همین جوری نگید، بیاندیشید بابا، یه چند لحظه فکر کنید. جنس این تنه کمیه، عددیه. جنس این تنه از کدامین سطح پرسش ها هست؟ از کدامین سطح پرسش ها هست؟ از کدامین سطح پرسش ها هست؟ آها آها، جنس این تنه از کدامین سطح پرسش ها هست؟ محمد حسین خوشرفتاریاری، جنس تنه از کدام سطح پرسش ها هست؟ آها آفرین، چرایی ها هست، چرایی ها هست. البته گاهی ها ها چگونگی ها هم می شود، ولی درست میگید، چرایی ها و چگونگی ها. خب این تنه درخت علم، علوم دقیقه. حالا سوم، سرشاخه ها و شاخه ها کدوم دسته از علوم هستند؟ بابا میگم علوم، دوباره میشه تجربه، دارم از علم صحبت میکنم. خانم ایران نژاد، تنه مهندسی بود و علوم دقیقه بود، علوم پایه و علوم دقیقه تنه بود،
دیگه من اینا رو که دیگه لطفاً با اون هوشمندی خودتون، تکنولوژی اینا همه تو تن است، یعنی اون بخشای مهندسیش ها، بخشای مهندسیش. باریکلا ایمان، باریکلا ایمان. ما علوم دقیقه داریم و علوم چی داریم؟ علوم دقیقه داریم و علوم انسانی. علوم انسانی از جامعه شناسی و انسان شناسی و روان شناسی و حقوق و اینها گرفته تا مدیریت، اینا شاخه ها و سرشاخه های درخت رو می سازن. خب جنس شاخه ها و سرشاخه ها چیه؟ جنس شاخه ها و سرشاخه ها چیه؟ اسماعیل جان یه جوری بنویس ما هم بتونیم بخونیم. ما رو گذاشتی سر کار سینا جان؟ جنس، آها آفرین باریکلا، آفرین به سینا، حالا شد. بابا یه جوری بنویسید ما هم بتونیم بخونیم. اگر فارسی می نویسید درست بنویسید، پینگلیش می نویسید درست بنویسید. احسن بر سینای درخشان جان. عرض کنم بزرگتون که جنس شاخه ها و سرشاخه ها کیفیست. سطح پرسشش چجوریه به نظرتون بیشتر؟ سطح پرسشش چجوریه بیشتر؟ آها احسنت. ها و وای ها. ها ها چگونگی ها و چرایی ها. خب خب حالا من بر میگردم به پرسش نخستم. پرسش نخستم عزیزان جان چی بود؟ چرا برای اینکه برویم سراغ روش تحقیق باید با فلسفه علم شروع کنیم؟ آها خب حالا متوجه شدید تا اندازه ای چرا؟ آها باریکلا، آها می شود ریشه. می شود ریشه. برای اینکه تعاریفمون رو از علم سر این کلاس یکی کنیم و گام های بعدیمون استوار بر این تعریفه، نه فقط این کلاس بنده ها که البته این تعریف درش خیلی برجسته است، در کلاس های دیگه بنده هم این تعریف باز غالبه، و آن این است که علم همیشه با سه نقطه آغاز نمی شود. اون سه نقطه چیه؟ علم همیشه با سه نقطه آغاز نمی شود. اون سه نقطه چیه؟ علم همیشه با سه نقطه آغاز نمی شود. آن سه نقطه چیه؟ قاسم جان برادر یه جوری بنویس ما بتوانیم، یا پینگلیش یا فارسی رو بالاخره یاد بگیرید، فارسی رو بزرگواری کنید یه جوری بنویسید قابل خوندن باشه دیگه، یا لطفا پینگلیش بنویسید. ممنونم. علم همیشه با سه نقطه آغاز نمی شود. سه نقطه چیه؟ علم همیشه با سه نقطه آغاز نمی شود. سه نقطه چیه؟ درود خداوند بر ایمان. ایمان مثل اینکه کلک رفتی صحبتهای منو گوش کردی ها، درسته؟ آره آها سرچ کردی. آها علم همیشه با مشاهده آغاز نمی شود. حالا ایمان که سرچ کردی، بلکه با سه نقطه، با چی آغاز می شود؟ نه دیگه، پس چی سرچ کردی؟ علم همیشه با مشاهده آغاز نمی شود، با سه نقطه آغاز می شود. برای اینکه راهنماییت کنم این سه نقطه دوم چیه، همونیه که گفتم این جلسه روش کار کرده باشید و ارائه هاتون بر اساس اون باشه، همونیه که گفتم که عرض کنم به حضورتون الان تو فصل اول و غیره
همونی که گفتم غایت انتظار ماست، همونی که گفتم خیلی مهمه، همونی که گفتم بدون اون روش تحقیق معنا نداره. آها آها، علی اصغر عباسیان، مثل اینکه جلسه پیش و ایمان. علم همیشه با مشاهده آغاز نمی شود، با طرح مسئله آغاز می شود. با طرح مسئله آغاز می شود. آفر. تعریف تموم شد؟ به نظرتون تموم شد؟ تموم شد؟ خب احسن. و طرح مسئله، و طرح مسئله سه نقطه می آید. برادر خوشرفتاریاری، گفتم یه چیزی رو هایلایت کن، بهش می رسیم. اون چیزی که دائما تو کلاسای ما اتفاق نمی افته متاسفانه، و تو کلاس من خیلی اتفاق می افته. آها، تو کلاس من گیجی هم جز بشه. چه چیزیه؟ علم همیشه با مشاهده آغاز نمی شود، با طرح مسئله آغاز می شود، و طرح مسئله از الان تو همین کلاس تا الان چه اتفاقی افتاد؟ آها، بعد هی شماهایی دارید می نویسید، هی فکر می کنید، هی دوباره می نویسید، هی فکر می کنید. علم همیشه با مشاهده آغاز نمی شود، با طرح مسئله آغاز می شود، و طرح مسئله، مرسی، پویایی هم توشه، از یک ذهن، سه تا کلمه شو دو تاشو گفتم، از یک ذهن پرسشگری هم توشه، بحثم توشه. اصلا اگر بحث نباشه، آفرین، خلاقیتم توشه. اگر نباشه خلاقیتم، باری کلا، پویایی هم توشه. آها آها، آفرین. باری کلا، فضول. آره آفرین، فضولی هم توشه، پرسشگری هم توشه، آفرین. آها، باریکلا، دارید نزدیک میشید. کنجکاوی هم توشه. یادتونه کاوه کنجکاو و داستان کاوه کنجکاو؟ آها، علم همیشه با مشاهده آغاز نمیشود، حقیقت جویی هم توشه، با طرح مسئله آغاز میشود، و طرح مسئله، آقای خوشرفتاریاری عزیز، به جای کلمه گیجی اینو بذار، و طرح مسئله از یک ذهن نابسامان برمیخیزد. چی گفتم محمد حسین خوشرفتاری عزیز؟ از این به بعد دیگه به جای کلمه گیجی، آها، نابسامان. دقیقاً نابسامان، نه کلمه دیگری، این تو ادبیاته. پس علم همیشه با مشاهده آغاز با چی آغاز می شود؟ آها، با طرح مسئله، و طرح مسئله از یک ذهن نابسامان برمی‌خیزد. خب پس بچه ها، برای ذهن هوشمند شما که اهل راه است و اهل گاه است، گاه یعنی جای، یه جورایی ما از یک نقطه ابتدایی نابسامانی میرسیم به یه نقطه دیگری به نام طرح مسئله، که پرسش‌های نپخته ما را پخته کرده است. یعنی یه مسیر رو طی کردیم، از پرسش رسیدیم به طرح مسئله. این مسیر ممکنه برای کسی 4 سال، برای کسی 40 سال طول بکشه. خب برای کسی 4 روز، برای کی 4000 روز، بستگی داره که تو در پی کدام سطح از طرح مسئله باشی. از نابسامانی میرسی به طرح مسئله، و از طرح مسئله این مسیر رو باید ادامه بدهی عزیز جان، تا برسی به چی؟ تا برسی به
سید جان چی میگی برادر؟ تا برسی به علم. آها، تا برسی به علم. خب وقتی صحبت از رسیدن است و پیمودن مسیر است، بلافاصله چه کلمه دیگه ای میاد در ذهن شما قرار میگیره؟ بلافاصله چه کلمه دیگه ای میاد در ذهنتون قرار میگیره؟ همون کلمه ای که جلسه پیش گفتم و روش تأکید کردم. شما مسیر رو میخواید طی کنید، باید پای رو بر روی چه بگذارید؟ پای رو باید بر روی هدف بگذارید. پای رو، آفرین محمد حسین جان، پای رو باید بر روی زمین بگذارید. آها آها، و جلسه پیش گفتیم این زمین چیه؟ احسن، این زمین روشه. این زمین، خانم عطایی جلسه پیش رو گوش کن، پس ریکوردش رو گوش کن. آقای علی اصغر عباسیان جلسه پیش رو گوش کنید. این زمین روشه. و من این جمله رو گفتم، گفتم بنویسید جلوی چشمتون باشه. در حوزه آکادمی، در حوزه علم، راه رفتن بدون روش مثل گام نهادن بر زمینی است که، مثل گام نهادن بر زمینی است که زمینی نیست.